شراکت داشته باشیم. ایمان دارم که با انتظار اومدین، انتظاری مقدس آمین. که امروز با خداوند ملاقات داشته باشیم. ملاقات هفته پیش، ملاقات دیروز، ملاقات یک شنبه مال اون روز بود. خداوند هر روز میخواد، هر لحظه میخواد که ما از خودمون خالی بشیم و از وجود مبارک او پر و لبریز بشیم. در این صورته که ما میتونیم سفر زندگیمونو با سر بلند، با سر افرازی، در هر شرایطی با شادی، با امید، با ایمان طی کنیم. عنوان پیام امروز روح القدس و فروتنیه. دیدم خیلی شایسته و بجاست که امروز راجع به فروتنی صحبت کنیم. مخصوصا کاریه که شخصیتی که فقط روح القدس در ما میسازه. خدا رو شکر برای عنوان پیامی که خواهرم سارا برای موعظه‌اش انتخاب کرد و انقدر زیبا بود این عنوان که من هر دفعه اینو برمیدارم، چون هر آنچه که کلیسا نیاز داره، هر آنچه که من و تو نیاز داریم در روح القدس یافت میشه. جدا از او هیچ کار نتوانستن. همه کار خواستن اما هیچ کار نتوانستن. میگوین یه زمانی بود که چرچیل یکی از رقبای سیاسی خودشو فردی فروتن توصیف کرد. گفت ایشون خیلی مرد فروتنیه، اما به طعنه اینو گفت و ادامه داد که خیلی دلایل زیادی این آقا میتونه داشته باشه برای اینکه فروتن باشه. و از این طعنه گزنده چرچیل میفهمیم که فروتنی وقتی قابل تحسین عزیزان که هیچ پایه‌ای نداشته باشه، هیچ اساسی نداشته باشه. اگر نه کسانی که افرادی هستن که چندان وجهه اجتماعی ندارن، وجهه خانوادگی ندارن، ابهتی ندارن، در این افراد فروتنی هنر محسوب نمیشه. فروتنی در کسانی پسندیده است که از هر نظر توانا، قابل تحسین و پر از امتیازات الهی و عالی هستن. چه کسی اینطوره؟ عیسی مسیح خداوند. چقدر این سرود زیباست. نمیدونم کدوم سروده که من عاشقشم. اونو لقب داده به شاه فروتن. شاه فروتن یعنی پر از امتیازات عالی روحانی و انسانی، فقط فروتن. وقتی پولس از مسیحیان کلیسای افسوس میخواد در باب 4:2 میگه با کمال فروتنی، تواضع و حلم متحمل یکدیگر در محبت باشید. پولس داره به کلیسای افسوس اینو میخواد و اینو میگه. عزیزان داره واژه‌ای رو به کار میبره که برای اون زمان که افراد یونانی اونجا خیلی زیاد بودن اصلا دوست نداشتن کلمه، این کلمه توهین بود. یونانیان افرادی که متواضع بودن، افرادی که فروتن بودن، با دیده تحقیر پایین نگاه میکردن. کسایی که فروتن و متواضع بودن خار میشمردن، اصلا آدم حساب نمیکردن. در فرهنگ اونا کسانی قابل ستایش بودن، قابل تقدیر بودن که جنگجو باشن، پرخاشگر باشن، حق و حقوق خودشون حسابی بتونن دفاع کنن. وقتی عیسی میگه حلیمان وارث زمین خواهند شد، خوشا به حال حلیمان، باید بفهمیم چه انقلابی داره صحبت میکنه. نیست، کاملا برخلاف عرف و حتی انتظار انسانهایی بود که در اون زمان زندگی میکردن. در اون فرهنگ همیشه برگ برنده دست توانگران بود، دست سیاستمداران بود. اما عیسی میگه برگ برنده درست برعکس در دست فروتنانه و فروتنانم که روزی زمین رو به میراث خودشون خواهم برد. عزیزان حالا که دعوت ما اینه، حالا که رسالت ما اینه که برخلاف انسانهای دنیا افرادی باشیم متواضع، افرادی باشیم فروتن، خیلی خوبه اینو بشناسیم، خودمونو فریب ندیم. فروتنی واقعی رو از دید کلام خدا، از دید رسالتی که عیسی مسیح خداوند به اون فرمان میده بشناسیم. مخصوصا میگم اگه بخوایم تو این مسیر قدم برداریم، رسالت خودمون رو بشناسیم و بخوایم انجام بدیم، به خصوص عزیزان و
برای کلیسای محلی خودمون بخوایم با این خصیصه ملبس بشیم، بخوایم مفید و مؤثر باشیم، شیوه رفتاری ما باید بر مبنای فروتنی باشه. در این صورتی که میتونیم باعث بنای کلیسامون باشیم. اگه میخوایم کلیسامون محلی باشه که توش پر از امنیت باشه، راحتی باشه، فیض خدا دیده باشه، هیچ چاره ای نداریم عزیزان جز این که فروتنی رو بشناسیم و فروتنی رو شیوه رفتاری خود، زندگی خود بسازیم. عیسی مسیح میگه در متی باب 11 آیه 28 میگه بیایی نزد من ای تمامی زحمت کشا ای همه گرانباران، من شما رو آرامی میدم، یوغ من رو بردارین، از من تعلیم بیابین. چرا انقدر دعوت میکنین؟ چون من حلیمم، چون من افتاده تلم. عیسی میگه بیاین از من یاد بگیرین. کمتر کسی عزیزم وقتی که توبه میکنه، روز اولی که قلبش رو به عیسی میسپره، کمتر کسی که فروتن نباشه، درسته؟ وقتی کسی توبه میکنه، تجربه حقیقی فروتنی رو تو لحظه توبه چیکار میکنه؟ تجربه میکنه. چرا؟ که یک دفعه به خودش میاد، پی میبره چقدر گناهکاره، چقدر بیارزشه و چقدر به آمرزش نیاز داره. بدون این آمرزش هیچ چه زندگیش. اما متاسفانه ظاهراً اکثر مسیحیان به زودی از اون احساس تواضع، از اون احساس آسیب پذیری اولیه خیلی سریع فاصله میگن. زود اعتماد به نفسشون به دست میاد، تبدیل میشن کم کم، مخصوصا اگه خدمتی اگه یکم بالا بره، تبدیل به افرادی مغرور. بازم طفلک بیچاره الهی بمیرم براش، پتروس همیشه اینجا میتونیم مثال بزنیم، نمونه خیلی بارزیه. وقتی تورش هم ماهی پر شد، غرق در فروتنی و تواضع شد، یادتونه؟ دور شوی خداوند، زیرا مردی گناهکار هستم. پیروی عیسی صیاد جانها بودم برایش افتخار بزرگی بود. چطور من یه مرد نالایق میتونه مرید عیسی مسیح، شاه فروتن باشه؟ با این حال یه زمانی که کوتاه نگذشته بود، یه جایی میگه از ما نبودن خداوند، به همین دلیل ما منعشون کردیم، چون که از ما نبودن. جای دیگه میگه اگه همه تو رو انکار کنن، من هرگز. فروتنی جای خودشو به چی میده؟ به خودمحوری، جناحگرایی، و اینطور میشه که پتروس سقوط میکنه. امثال باب 16 آیه 18 میگه تکبر پیشرو هلاکته. وقتی که کسی میخواد سقوط کنه، اول چی میشه؟ غرور میاد توی وجودش. اما فروتنی چیه عزیزان؟ حقیقتاً چطور میتونیم فروتن باشیم؟ اول باید ببینیم فروتنی چی نیست. اولین چیزی که نیست، نوعی پوشش مذهبی نیست، ادا در بردن نیست، شکست نفسی نیست، خاک زیر پاتم، غلامتم، کنیزتم، اینا نیست. این نیست که به هر دری میرسیم اول شما بفرمایید نخواهش میکنم. فروتنی این نیست. احساسات واقعی خودمون رو بپوشونیم، تومون پر خشم، رنج، رنجیدگی، تلخیه، فقط میگیم هللویا، میخندیم، این نیست. فروتنی عزیزان در مرحله اول در گروه این حقیقت قرار داره که ما خودمونو در نظر خدا چه کسی میبینیم؟ در نظر خدا اون که هستی ببین و تا چه حد شایسته این دعوتت داری رفتار میکنی. این فروتنیه. در روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، دنیا پر شده از افراد بی خدا، ملحد، تکامل پرست، که کمترین احترامی برای خالق خودشون قائل نیستن. یادشون رفته که کی هستن، یادشون رفته من خودم هم جز اونا، همه ما هم همینطور یه مخلوقیم، صنعت دست اونیم. همیشه یادمون میره. انسان امروزی سخت مشغول حقوق زنانه. یه عزیزی داشتیم که سخت مشغول حقوق همجنس بازانه، حقوق این، حقوق اون، بریم نمیدونم اتصاب کنیم، نمیدونم چی میگن، راه پیمایی کنیم به نفع حقوق این، به نفع حقوق اون. اما اون حق و حقوقی که خالق ما باید به او بدیم،
اون احترام، اون ترس تو هم به احترامو در تفکر ما هی کم کم داره رنگ میبازه، کم کم داره از دست میره. کلام خدا یادمون میره. تو ارمیا باب 18 میگه خدا کوزگر و ما گلیم، فروتنی و تواضع گل را سزاست، هنر نمیکنه اگه متواضع است. عزت و احترام رو کوزگر سزاست، نیست عزیزان؟ اما مشکل چیه؟ که ما نه تنها صرفاً ظروف گلی خودمون رو نمیبینیم، بلکه گاهن یاقی، سرکش، هزار تا چیز رو از طلبکاریم تو وجودمون. اون طبع گناه آلود ما در ما دائما در حال کاره. برای همین اون طبع گناه آلود ما بود، اون فیض خدا بود که ما رو نزد خودش آورد و اونجا تازه چشیدیم که ما گناهکارانی هستیم که باید متمردیم، باید به ما رحم بشه. توبه از این دلالت میکنه دیگه. به سوی خدا اومدیم، رحمت خدا شامل حالمون شد. بعد اونجا چی شد؟ آمرزیده شدیم، مثل فرزندان عادل شدیم. عزیزم فقط همین دو کلمه کافیه تا آخر عمرمون غرق فروتنی باشیم. ما که کجا بودیم؟ فرزند ظلمت، زلالت، هر یکی به راههای خودمون رفته بودیم. الان به عنوان فرزند، نه فرزند معمولی، فرزند محبوب، بعد نه فقط فرزند، وارث جلال. عزیزم چقدر تکان دهنده است، چقدر عجیبه این انسان، چه تاجی بر سرش گذاشته شده. بعد کم کم که روش میکنه، خدا شروع میکنه با ما حرف زدن از طریق کلام. این خدای قدوس، این خدای پرجلال با ما گناهکاران جاهل، ذهنایی که تاریک بود تنویر ذهن میبخشه، ذهنای ما روشن میکنه، درک و فهم میده از حقایق کلام خدا. نمیدونم متوجه الان داشتن چند نفر کلام خدا رو اون موقع اصلا میفهمیدن؟ این ذهنای تاریک و کی نور میبخشه؟ بی اطلاع بودیم، نادان بودیم. هنوزم اگه روح خدا بر ما نیاد همونه، کتابو میخونیم تاریکه برامون، هیچ مکاشفه دریافت نمی کنیم. چرا خدا اینقدر به خودش زحمت میده عزیزان؟ چرا تا از ما انسانهایی بسازه، انسانهایی که مشتامونو به طرف خدا گرفته بودیم، فقط به فکر خودمون بودیم، روی خودمون رو از خودمون برگردونیم، به سوی خدا این رو رو بذاریم، برگردونیم این رو رو به سوی خدا، تا انسانی باشیم که به راستی نمونه پسر خدا، نمونه از این شاه فروتن روی زمین باشیم و زندگی کنیم. خیلی مقوله عظیمیه، ولی همین چند تا نکته در مورد نجات عزیزان، فقط چند تا نکته کوچیک در مورد نجات، فقط بهش فکر کنیم، باید ما رو پر از فروتنی و تواضع کنه. فروتنی سزاوار ما انسانهای فانی و میراث، افتادگی طریق برگزیدگان و منتخبین خداست. اما فروتنی چی نیست؟ دوباره تو سری خوردن نیست عزیزان. هی شهادت بدیم هیچی نیستم، من ناقابل، کرمم، اصلا من کی هستم که کسی به من نگاه کنه؟ ما اگه مواظب نباشیم عزیزان، کفه ترازو از غرور به سوی تحقیر نفس، تغییر شکل خیلی ماهرانه میده. اگه فروتنی رو به شیوه خیلی صحیح نگاه کنیم، فروتنی از شخصیت ما رو خورد نمی کنه، ما رو مفلوک و درمانده نمی کنه. این مذهبه، این خشک مقدس، انسان خشک مقدس میسازه، انسان رو میپرورونه که فکر کنه مفلوکه، هرچی در مونده تره، تو سری خوردره، حالا تو وجودش پر خشم و کینه، ولی ظاهرا اینجا این مذهبه که ما رو به این روز میندازه. فروتنی حالتی برازنده انسانهای نجات یافته ای که در آینده، آینده پرجلال و پرشکوه در انتظارشونه. اینه انسانهایی که محبت و فیض خدا رو چشیدن. عزیزان میتونن فروتن باشن، وقتی اون
فیض رو میچشی، اون رحمت رو میچشی و رحمت و فیض به دیگران نگاه میکنی. فروتنی چی نیست؟ فروتنی هویت ما رو خدشه‌دار نمیکنه، بلکه ما رو برای اون کمال، برای اون جلال آماده میکنه، قوت میده تا هر روز برای اون جلال، برای اون کمال آماده بشیم، برای اون یک شدن با اون شاه فروتن آماده بشیم. برعکس چیه؟ غرور یه دامه عزیزان، خودرایی یه توهمه، یک دامه، بسیاری از برکات رو از ما سلب میکنه. افراد متکبر روزگاران عیسی یادتونه؟ خودشونو چقدر کامل میدیدن. برای همین از برکاتی که عیسی مسیح میخواست سخاوتمندانه به اونا بده خودشونو محروم کردن. ما فرزندان ابراهیم هستیم، نیازی به نور نداریم، نیازی به آزادی نداریم، ما اصلا نوریم، ما آزادیم. ادعا میکردن که هیچ وقت در قید اسارت نیستن. به خاطر همین عزیزان از آزادی پرجلال عیسی مسیح خداوند محروم شدن. امروز هم میتونه غرور، تعصب دشمن قدرتمند رشد روحانی ما باشه. نه تنها دشمنه، غرور دزدم هست، غرور قاتل برکاته عزیزان. وقتی داشتم اینجا رو مینوشتم دوباره یاد شاول افتادم و اون میوه های غروری که توش اومد، خشم، حسادت. یادتونه یک شنبه هم اشاره کردم در اول سموئیل باب 18 همه میسراییدن که داوود، شاول هزاران خود رو کشت، داوود ده هزارهای خود رو کشت. نیست؟ چی شد شاول؟ چی شد؟ تا اون موقع عاشق داوود بود، چه حالی شد؟ اون غرورش بود دیگه، این ده هزاران مال منه، چرا برای شاگردم؟ چرا باید اون که تازه اومده من پادشاهم؟ غرورش چی میوش چی بود؟ حسادت، خشم. عزیزان حسادت همون مسح هزاره‌ای رو از شاول گرفت و خشم و حسادت رو نصیب او کرد. اگه شخصی فروتن باشی امروز خودت نگاه کن، شاید مثال دارم میزنم، خواهرم ناهید یه قنتار داره، بغل دستش 5 تا قنتار داره، 2 سالم هست ایمان آورده، خدا دلش میخواد، خداست دلش میخواد. تو اگه حسادت کنی و چرا چرا کنی همون یه قنتارم از تو برداشته میشه. ولی فروتنی چی میگه؟ بله ای خداوند موافقم، با تو موافقم. غرور چی میگه؟ نه موافق نیستم، من مست ده هزاری میخوام، چرا من نه؟ نیست؟ پس من چی؟ چرا من نه؟ بهترین راه امتحان برای اینکه بدونی فروتن هستی یا نه، وقتی کسی که در نظر تو آخرین اولی میشه چه حالی میشی؟ چه حالی میشی؟ شاگرد تو اومده 2 برابر مست داره، چه حالی میشی؟ خودتو محک بزن. یکی اومده 2 سال ایماندار، خدا 20 تا بهش قنتار داده، تو 30 سال ایماندار، یه قنتار خدا دلش خواسته به تو یه قنتار بده، چرا آه و حسرت و مقایسه میکنی؟ که جرأت آدم نداشته باشه تعریف یه نفر رو بکنه جلوی تو. واقعا مثلا به یکی بگی مثلا فلانی نبی است، فلانی میگی خدایا الان اون که میدونی میشناسی چه حالی شده، چرا الان به من نمیگه؟ نیست؟ بهترین راه امتحان برای فروتنی. بعضی افراد عزیزان مدت ها در رنجن. همینطور بهترین راه امتحان فروتنی وقتی به تو تهمت ناروا میزنن، خودتو امتحان کن، خودتو امتحان کن، ناحق به تو یه چیزی میگن، چقدر درد میگیرن، چه عذاب علیمی میری، موضوع رو نمیتونی به خودم بسپاری. این دلیلش چیه؟ عیسی فرمود خوشا به حال شما اگه مردم به شما توهین کنن، به خاطر نام من به شما تهمت ناروا بزن، خوشا به حال شما، شادی بسیار کنین. البته خدایش اصلا آسون نیست و من نتونستم اینو خدایش انجام بدم، همجور میپیچم به خودم، جز میزنم. حالا ظاهرن هم هیچی نگم، ای خدا یه جوری حقشو بزن کف دستش، تهمتش روشه. و
فقط یادم یه زمانی بود که تو ایران بودم اینجا نوشتم یادم نره، برای ایمانم یه جفای کوچیک دیدم، هنوزم حاضرم جفا مفا از نمیدونم حکومت اینا انگار راحت تره تا جفا کسایی که چقدر شاد بودم آخه برای عیسی مسیح، اما الان مثلا بغل دستیم یه فشار بشم بیاد که جونم رو میخوام بگیرم. چرا؟ چون هنوز تو خودم میبینم غرور رو میبینم، وقتی داشتم این آرامه میگم چقدر نصر خودپسندی، چقدر مغروری اگه برای این چیزا ارست میگیره. کسی که فروتنه از اون رأی و نظر خودها براش مهمه، نه انقدر فکر کنه که به من چی گفت ناحق قبول نمی کنم. و این شخص فروتن خوشحال میشه که امور رو به خدای واگذاره، که آنچه که در تاریکی پنهانه برای خدا روشنه. خداست که نیت دل آدمی رو روزی فاش میکنه عزیزان. پولس اول قرنتیان 4:5 میگه روزی همه در حضور مسند داوری او حاضر میشه. نزدیک اون روز عزیزان، خیلی نزدیکه. آنگاه هر کس آنطور که شایسته است جانب خدا تحسین میشه. اگه تو حقیقتاً در جای درست هستی، روزی خواهد اومد که تمام اسرار فاش خواهد شد. اعمال پنهانی، نیتهای مخفی، نیتهای شریرانه، چرا انقدر جوش میخوری بس به خودت میپیچی؟ مورد دیگه ای برای این محک فروتنی. خیلی خوبه ما میخوایم فروتنی حقیقی رو بشناسیم دیگه، یه موقع ما میگیم هی اسم میاریم، فقط اشتباه، ره اشتباه رو میریم. خودت به خودت نگاه کن، وقتی اشتباهی میکنی واکنش تو چیه در مورد اشتباه خودت؟ مقاومت میکنی، دلیل تراشی میکنی، هی توجیه میکنی، هزار تا راهو میری برای اینکه خودتو به هر حال بی عیب و بی گناه و طرفو مقصر جلوه بدی، بی قرار میشی راجع به اشتباهت، من نمیتونم بپذیرم. نه، تمام اینا عزیزان، به خصوص بیقرارید راجب اشتباهت، همون غرور خرد شده است که شاهد سقوطش هستی. هیچ چیزی مثل اشتباه، هیچ چیزی مثل گناه ما رو فروتن شکسته نمی کنه. فقط اگه دست و پا نزنیم اون غرور خرد میشه. نیست، تو شاهد سقوطش هستی، داری دست و پا میزه، بذار سقوط کنه، بذار سقوط کنه، اینقدر فربش نکن، اینقدر با نگهداریش دفاع خودت فربه نکن. برای اشتباهاتت متاسف شو، توبه کن، اما به خاطر اشتباهاتت اینقدر خشمگین نشو، اینقدر مایوس نشو از خودت، اینقدر تو سر خودت نزن. ترس، ناامیدی، بیقراری فروتنی نیست عزیزان، بلکه غرور جریه دار شده یه من و توست. اون انسان کاذبه که در من و تو داری میمیره. باور میکنی؟ متوجهی؟ اینجا واقعا یا آمین داره یا نه؟ خدا رو با فروتنی شک کن که اجازه داده ضعفاتو ببینی. کینه به دل نگیر، خودتو ببخش، انقدر نزن تو سر اون کودک درونه با اون روح شریعت گرات. موضوع رو رها کن. حقیقتا بگم، بی پرده بگم عزیزا، خیلی چیزا در زندگی ما انقدر که تصورشو میکنیم اهمیت نداره، انقدر که جان همدیگر رو میخوریم با بحث و نمیدونم دلیل و برهان، یه زمانی میگذم میگه اهمیت داشت انقدر راجبش حرف زدم، انقدر مخ همدیگر رو خوردیم، آیا اهمیت داشت؟ کسی که فروتنه آیا انقدر وارد بحث و جدل میشه؟ بیشتر جدل ها عزیزان، تفرقه ها در کلیسا به خاطر اینه که ما رها نمی کنیم، تسلیم همدیگه نمیشیم، پافشاری میکنیم، میجنگیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روح فروتن نداریم. چرا آبرو منو برد؟ چرا جلو دیگران منو توبیخ کرد؟ چرا مطابق میل من پیش نرم؟ چرا؟ من نمیفهمم، هزار تا سوال دارم. در پس هر حرف عزیزان، در پس هر عمل، ما به یک روح فروتن و به پرفیض نیاز داریم که هم خودمون رو آزاد کنیم، هم دیگران رو آزاد کنیم، رها کنیم، اینقدر نخوریم جان هم دیگر رو. دستکش از حق و حقوق خودمون، اونجایی که تازه بهمون تهمت دارن میگم میزنن ها،
یه موقع اصلا به حقم هست خودمون میکشیم. دستکشه از حق و حقوقت فروتنی میخواد. و از این چه آزادی داره، چه آزادی داره. آزادی چیه؟ آزادی از تلخی، آزادی از رابطه های شکسته، رنجیدگی. مرقس باب 8 آیه 34 میگه اگه کسی میخواد من رو متابعت کنه باید خودشو انکار کنه، صلیب خودشو برداره، در پی من بیاد. عزیزان هیچ وقت مثل این روزا درک نکردم، این دو سه ماه که حیات مسیح که میگیم مردن، این سرود رو میخونیم حیات حیات، یه موقع میخونیم واقعا. این روزا فهمیدم فقط میخوندم، دهنم اینجوری میکردم، این روزا میفهمم که حیات مسیح، هیچ چیزی مثل حیات مسیح برای نفس من، برای طبیعت من اینقدر تلخ نیست. برای اینکه در حیات حقیقی مسیح این نفس، این من باید به مرگ سپرده بشه. انکار نفس آسونه، خودکشیه. خیلی راحت میگه وقتی حیات در من باید دیده بشه، باید یه جای بمیره که حیات دیده بشه دیگه. این حیات مسیح پس تلخه. پیام انجیل از هر بودش نگاه کنی تلخه عزیزان، انکار نفس. پس چقدر ما باید فیضو بچشیم توی کلیسا که این تلخی پیام انجیل که انکار نفسه اقلا به هم کمک کنیم برای همدیگه شیرین باشه. آمین. این تعلیمی که عیسی میگه انکار نفس یعنی کامروایی، یعنی شکوفایی انسان نو، انسان حقیقی، خود حقیقی تو، نه تحقیر، نه تنفر بزنی تو سر خودت. انکار خود به معنی این نیست که ویژگی‌های فردی خودتو از دست بدی. ریاضت نفس نیست عزیزان، بیزاری از خودت نیست، یعنی اینکه ضرورتی نداره حرفتو به کرسی بنشینه. خوشبختی من و تو وابسته به خواسته های من و تو نیست، محق بودن من و تو نیست. انکار به معنی از دست دادن هویت ما نیست. ما اصلا بدون هویت داشتن نمیتونیم فروتن باشیم. میتونیم اگه هویت نداشته باشیم، میتونیم تسلیم همدیگه باشیم. من اینا رو هی دارم تکرار میکنم که ما فروتنی حقیقی رو بشناسیم. انکار خودمون میگه انکار کن به معنی تحقیر خودت نیست. ما هرگز نمیتونیم نیکویی آفرینش خدا رو که من و تو هستیم بخوام تحقیر کنیم. اتفاقا باید نیکویی خدا رو، زیبایی آفرینش خدا رو که من و تو هستیم به اون شک کنیم، زهه بذاریم، بلندش کنیم. انکار خود یعنی راه دادن به دیگران، یعنی یه موقع از ام بخوا خوبیات دیده نشه، قدرتو ندونن، همه تعریف کنن، تشکر کنن، از تو نکنن. اینا تمرینه دیگه. اگر کسی جلو میفته تو نادیده گرفته میشه، احساس بیچارگی نکنی، بیچاره من، احساس شهید بودن نکن، فشار دندون نگیری، همین. چون حس بیچارگی داشتن، آره حس بیچارگی داشتن عزیزم، اولین کاری که میکنه قشنگ آدم میفهم شادی و امید و اون مس هزاره ای رو، اون یه قنطار رو از تو بر میداره. خیالت راحت باشه. اگه تهمت عزیزان، تهمت ناروا و این نکته هایی که گفتم بزرگترین امتحان فروتنیه، مقام اولو داره. مقام دوم چیه؟ تعریف و تمجید. تعریف و تمجید کردن اما هر دوتاش از دوتا پدیده فوق‌العاده خطرناکه. برخی از انسان‌ها هستن زمستون سرد انتقادات تلخ گزنده رو میتونن تحمل کنن، اما همه بگی اما توان تحمل اون گرمای مطبوع بهاری، اون محبوبیت، اون تعریف و تمجید دیگران رو نمیتونن تحملشو ندن. زیر حرارت این تعریف و تمجید زوب میشن، میلغزن، سقوط میخوان. دائم باید افسارشو بگیری، یه ذره میره جلو همه تعریف میکنن، دوباره سقوط میکنه، دوباره باید بیای. نمیتونه
وقتی شاگردان عیسی جمعیت انبوهی حتی یونانیان داشتن اونا رو پیروی میکرد، چقدر یادتون هیجان انگیز شدن؟ آخ چون قربونمون برن، همه کشور رو دارن به سوی ما میان، همه قوم ها، چه شور و حرارتی. آخ جون الان ما اولیم تو اورشلیم نه، اما عیسی فوری در یوحنا باب 11:24-25 اگه دانه گندم نمیره، آمین آمین، وقتی خداوند میگه دوباره آمین 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 به شما میگم، اگه دانه گندم که بر زمین میفته نمیره، تنها ماند، اما اگر بمیره ثمر بسیار میاره. عزیزم خودخواهی به خود کاذبش متمرکز میشه. از اون تمام فلسفه دشمن اینه ها، اما پسر خدا، این شاه فروتن، با مرگ فروتنانه خودش نمونه و الگویی داد که با فیض روح القدس از سر قدمهای او بتونیم حرکت کنیم. اگه عیسی که به عنوان رهبر ما بود، از مرشد ما بود، خودشو فروتن کرد تا پای مرگ صلیب رفت، از ما هم دعوت شده که جا پای این شاه حلیم و فروتن بذاریم. نجاتی که خدا به ما داده با جد و جهد در اون فروتنی به عمل بیاریم، در نطفه خفه نشه با کله شقیای خودمون. وقتی کلام خدا رو میبینیم، به خصوص نمادها رو، از مناسبت خیلی عجیب و حیرت انگیزی در کلامه. مظهر روح القدس چیه؟ آفرین، همه بگین کربوتر. مظهر عیسی مسیح چیه؟ بره. مظهر پیروان حقیقی چیه؟ گوسفند. همه این مظاهر داره به چی اشاره میکنه؟ به جانتان در نیاد، فروتنی. بگین دیگه، چرا مادر خیلی دیگه فروتنی شدی؟ خودم میاد عیسی شاگردای خودشو که خطاب کرد گوسفند، من شبان نیکو هستم. شبان نیکو خواستان خود رو میشناسه، من خواستان خود رو میشناسم، جان خودم رو در راه گوسفندان دادم. عزیزان گوسفند چیه؟ موجودی آروم، فروتن. چه موجودی میتونه آروم و فروتن باشه؟ مسیحی که پر از روحه، مطیع کلام خداست، روح القدس بر او قرار داره. یادتونه عیسی مسیح بره خدا از آب اومد بیرون، روح القدس بر او قرار گرفت. کبوتر که نمیاد بر روی گرگ و بز قرار بگیره، که دائم در حال دفاع خودشه. در روی چی قرار میگیره؟ روی بره. کبوتر بر او قرار گرفت. پر شوید در روح خدا عزیزان، و این میوه روح القدسه، تواضع و فروتنی. بیشتر از اینکه یک حالت بیرونی باشه، اتفاقا جایی که فکر میکنی فروتنی، از همه لحظات بیشتر تو غرور هستی. بیشتر از اینکه یه حالت نمایشی باشه، یه حالت باطنی و درونیه، و ثمرات و میوه های او بدون تقلا از تو دیده میشه. عزیزان متی 11:29 بیایید نزد من، ای همه گرانباران، ای همه زحمت کشان، یوغ منو بر خود گیر، ام من تعلیم بیابین، زیرا که حلیم و افتاده دل هستم. تا چی بشه؟ این کلیدش اینه، تا در نفسای خودتون آرامی بیام. جایی که فشار دندون داریم، تو اشعیا آیه قشنگه میگه جانهای ما یه موقع اینه طغیان آبی که کف بالا میاره، نیست؟ کف بالا میاره، تو دلمون به قول اسپانیا رخ میشورن، نمیدونم هزار تا صبح تا شب. من خودم همه اینا رو تجربه کردم، الانم دارم توشم، فکر نکنین الان وضعم خیلی خوبه، نه، بیشتر از همه خودم به این احتیاج داشتم. برای همین گفتم خدا و خواهش میکنم این کلام تو خود من کار کنه، شروع کنه در واقع اقلن همه این ویژگی هایی که تعریف کردیم. کسی که روح خدا بر او قرار گرفته، کسی که تماما مطیع اراده خداست. عزیزان برای این خوانده شدیم. آمین. پیش به سوی دعوت، رسالت و خواندگی خودمون فقط به وسیله قدرت اجرایی روح قدوس الهی. آمین. خدا من شما رو پیش